قدرتمند شما هستم، ستار دلدار از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بی ایریا سیلیکون ولی و از طریق شبکه تلویزیونی آپادانا ندا در خدمت شما هستم و کوششم اینه که بتونم شما در جریان مسائل و موضوعات مربوط به میهنمون قرار بدم و در ضمن در مورد مسائل اجتماعی و گرفتاری های اجتماعی و غیر دولتی هم با شما صحبت بکنم و مسائل رو با شما در میون بذارم، شاید کمکی باشه. هفته گذشته من یک برنامه‌ای داشتم، یک گفتگویی داشتم با یک از دوستان قدیمی به نام داش احمد که در واقع دچار اختلالات روحی شده بودن، یه دیپریشن خیلی شدیدی داشتن و سالیان سال از این دیپریشن رنج می‌بردن و همین سال گذشته تقریبا در 3 از بیمارستان‌های بزرگ منطقه که بزرگترینش در دنیا شاید خیلی نامی هست استنفورد، در اونجا بستری شدن. دانشگاه بیمارستان سان فرانسیسکو، جنرال هاسپیتال سان فرانسیسکو بستری شدن. یکی دیگر بیمارستان‌های بزرگ اینجا جان میور در والنات کریک، در اونجا بستری شدن. خلاصه حق در واقع معالجه شون پارسا 150,000 دلار، اینطور 50,000-60,000 دلار شد، اما شفا پیدا نکردن. فکر کردن که دنیا تموم شده، رفتن اصطلاح تدارکات چفن و دفن خودشون رو با همون شیوهی که میخواستن پیشبینی کردن که فکر کردن دیگه زندگی براشون تموم شده. اما ناگهان با خانمی برخورد کردن که کارش در واقع کمک به زندگی افراده. حالا من در ایران در واقع من نمیدونم اسم اینه چی میگن، ولی که برها در مدرک روانشناسی از ایران دارن و اینجا در واقع میگن که حامی زندگی، تقریبا اگه بخوایم معنیش کنیم مشاور به اصطلاح روحی روانی زندگی افراد، بهترین ترجمه که به نظر من میرسه. این خانم اسمشون هست خانم ژیلا سیفی و این دوست من رو از اون حالتی که با مرگ یک قدم واقعا فاصله بیشتر نداشت نجات دادن و الان به زندگی عادی برگشتن. و بعد از این مصاحبه و گفتگویی که من در اینجا اسمشون رو عنوان میکنم داش احمد، خیلی تلفن زدید، تلفن های بیشماری از شما شد که همه میخواستید که شماره تلفن داش احمد داشته باشید، باش صحبت کنید و ببینید که واقعا چی گذشته. معلومه که خیلی از هموطنان ما گرفتار به اصطلاح افسردگی روحی هستن یا همون دیپریشن انگلیسی و من مرتب میدیدم واقعا هی تلفن میزنن، هی ما شماره تلفن داش احمد میدادیم که اون دوستانمون صحبت کنن. حالا امشب میخوام با داش احمد دو مرتبه صحبت کنم و ضمن این که بپرسم که این دوستان هموطنانمون بیشتر در مورد چی با شما صحبت کنن، گرفتاری کلی به اصطلاح روحی و روانی مردم مملکتمون در خارج از کشور چی هست. باور کنید از کانادا، از این بر، از ایالات مختلف آمریکا، حتی از اروپا تلفن میشد که میخواستن با ایشون صحبت کنن که جویای اوضاع احوال بشن که چه مسیری و چه مرحله ای رو ایشون طی کرد. پس معلومه که کسایی که دچار افسردگی روحی هستن زیادن. من به همین دلیل آقای داش احمد رو خط آوردم امشب که چند دقیقه باشون صحبت کنم و در واقع به شما حقیقتش اینه که شاید کمکی بشه برای شما که فکر میکنید که گرفتاری افسردگی روحی دارید و زندگی براتون تموم شده، هیچ راه حلی وجود نداره و منتظر خدا نکرده مرگ هستید. من داش احمد رو خط دارم. شب شما بخیر داش احمد. سلام صحت جان. حال شما خوبه؟ قربونت. اولا شنیدم شما جراحی بینی کردید این هفته، جراحی زیبایی کردید؟ نه بابا، خسرت را شما کجا زیبایی نستند و نمیگوارده شما. خب پس چی بود بینی تو برای چه عمل کردید؟ داشت عمل من گفتم که خانم ژیلا سیفی کمکم کرد، من شبا من دیگه در دیگه میخوابونه این خانم تو لس آنجلس هستن. این خانوم گفتت خیلی با عشق و خیلی توسی خواهر فداکار
یه شب که من هم میخوابونه من این تلفن تو دستش میگرد داریم ببینید که من چجوری میخوابم شبا و کنجکا بود من بعد دید که بسا بلنگ بعد برگشت گفتش که تو تو خواب بگم پرابلم نفس کشیدن داری گفتم چطور گفتش که شبتون که خوابیدی گوشی دست من بود من میشه دستم بخواستم ببینم تو چجوری نفس اینا میکشی میاد نفس اینا گفتش که خانم به من گفتش که برو میشه یه دکتور گوش حلق و بینی من چون دماغم رو تو اینا شکونده بودم یه رفع هم عمل کرده بودم بعد دوباره رفتم میشه دکتور گوش حلق و بینی خب هم قبل عملم کرده بود رفتم میشه نمام بینیون نشون دادم گفتش که طرف چپت اصلا بسته تو نمیتونی که نفس بکشی بعد منو دو روز بعدش منو عمل همون روزی که من با شما صحبت کردم فرداش عمل داشتم رفتم عمل کردم بعد من این همه دکتر رفتم اسپیب عبونی ها رفتم اینا هیچ کنمشون تشخیص ندادن که من پرابلم نفس کشیدن دارم ولی این خانوم میگم خیلی خانوم خوب با محبتیه این خانوم به من بکنم من رفتیم و بعد فعلا عمل کردم فعلا برسمش شده که بازش کنم که بهتر بتونم نفس بکشم انشاءالله پس باید این خانم حتی تو خوابم شما رو تلفن باز گذاشتیم که ببینید شما شیشینی تو خواب نفس میگیرید باری کلا به این ژیلا خانم داش احمد شما آها گفتم من اول برنامه تو تعداد زیادی هموطنان بینندگان ما تلفن شما شمارهای زیادی که به من دادی خب من به همشون زنگ زدم خب همشون گرفتاری های منو دادن یکی دخترش بود، یکی داشتش، یکی مادرش، یکی خوالش، همه همچی پاپ، خیلی همه شو. من فکر نمی کنم، هیچ خود من از اینا مریضیش از سختر از مریضی من باشه. و اگه این خانم تونست منو درست کنه، اونا رو هم میتونه درست کنه. ولی یه چیز بعدی که داشتن، اینا مثلا گفتش، مثلا پدره میگفتش که دخترم همکاری نمی کنه. یا داداشه میگفتش که داداشم همکاری نمیکنه یا این مرده میگفت زنم همکاری نمیکنه شاید تا چون اگه من میخواستم زنده بمونم نمیخواستم بمیرم اینجوری بمیرم باید همکاری کنم همکاری نکنم چجوری میتونه این خانم کمکشون کنه شاید تا چون اگه تو خواب باشی من میتونم بیدارت کنم ولی اگه خودت زده باشی به خواب من که نمیتونم تو رو بیدار کنم درست میگی مثال های قشنگ میزنید داشت احمد مثالات رو دست نداره خب بنابراین به این ترتیب بیشتر مشکلات اینی که کسایی که گرفتاری روحی و روانی و افسردگی روحی دارن خودشون باور ندارن که خوب میشن و باور ندارن که این راه حلی داره اکثرا اینجوریه درسته؟ این مرد خیلی مهمه بدن آدم خیلی مهمه با آدم حرف میزنه یه کارهایی میگه با آدم بکن که باور نمیشه من دارم نگفتم ولی خیلی مهمه من توی بیشتر ما که مریض بودم همه جای بدن من درد گرفت کمر درد گرفتم گوش درد گرفتم دندون درد گرفتم و هرچی درد بود توی بدن هست من گرفتم ولی مرد یه چیز خیلی مهمه با آدم دستور میده چیکار کن چیکار نم به من بعد یه وقتا میگفت چراغ رو بردار بدم به خودم دروغ نمیگم به ولای علی دروغ نمیگم درست صد تا به جون داشتم من گفتم که خونم زرد داره اینا چشید یه بار کنیا خوردم صد تا یه من مشروب نمی کنم من مشروب همه هر چهار کاری که قبلا میکردم همه رو گوشتم خیلی وقت میکردم من یه بار کنیاک خوردم دو ساعت شنا کردم خودم رو خسته کردم که میخواستم بپاشم خسته شده بودم ولی هر کاری کردم نشون زد از دستم اینقدر مرس بودم که نمیتونستم بیام بیرون
اومدم بالاخره اومدم بیرون انگار خدا نمیخواست ما ببینیم. اومدم رفتم خوابیدم، یه 6-7 ساعت خوابیدم، مست من خوابیدم. من به هم میگفتش این کارا رو بکنم، من که نمیخواستم این کارا رو بکنم. نمیدونم یه چیزای آدم میگرد، یه آدم حرف میداده، یه کارایی میکنه آدم من کلافه کرد و یه خرچی نونم از زمین. نه میدونم دیگه، طبیعیه دیگه، وقتی که به هر حال اینا فرمانهای مغز دیگه، آدم تو دیپرشن نگه میداره، تو افسردگی نگه میداره، تصمیم میگیره آدم خودشو بکشه، این چیزهایی که بالاخره مغز به آدم در واقع میگه. بله مریضی که دردش همین دیگه، مسئله از روح میاد، مغز میاد، از اونجا فرمون میاد. خب پس بنابراین بدین ترتیب در واقع شما بیشتر هموطنانمون این گرفتاری رو اگر دارن نمیخوان، باور ندارن که دارن و نمیخوان باش مبارزه کنن و در واقع همکاری نمی کنن. درست، خیلی خیلی استفاده کردم. حالا من دلم میخواد که این احمد آقا از خانم ژیلا سیفی زیاد صحبت میکنه و نجاتش داده، دلم میخواد آگهشی میتونی پخش بکنیم، آگه یه خانم ژیلا سیفی رو پخشش بکنید و چند تا آگه هم پشتش ببینید با ما باشید. آموزش کامپیوتر درون انسان، تنظیم نابسامانی های مغز، راهکارهای پاکسازی ویروس درون. ژیلا سیفی دارای مدرک روانشناسی از ایران و مدرک مربی زندگی از آمریکا. برای ملاقات با ژیلا سیفی لطفاً با تلفن 818-657-9253 تماس حاصل فرمایید.